من این برنامه رو میذارم برای اینکه واقعا احتیاج داریم که سواد اقتصادی و سیاسی ما بره بالا، برای همین برای اینکه حمایت بکنید که این مقدار دیده بیشتر بشه لطفاً لایکاتون رو بزنید. هر ستای این عامل تولید رو در حد کلان دارید، رفتن تمام ثروتاشون ازشون گرفتن مصادره کردن، مایه شرم 4000 دلار یه دونه فقط از شریلانکا بالاتر. وای صنعتهایی رو مدیریت میکنن که داره پول از دست میده، داره ضرر میکنه، ای خاک تو سر ما. واو. و این بنیادها به تنها کسی که لازم گزارش بدن مقام معظم رهبریه. اوکی سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. من امروز یه برنامه جالبی دارم براتون. بچه‌ها لایک کنین روی یوتیوب لطفا. یه کانالی هست به اسم Economics Explained. تا اونجا که من دیدم بهترین کانال اقتصاد روی یوتیوبه. بسیار عالی، بسیار پشت حرفایی که میزنه پر تحقیق و اطلاعات قوی و اینا هست. من تا دیدم که این کاناله یک ویدیو درباره اقتصاد ایران گذاشته، گفتم که حتما من باید اینو تبدیل به یه برنامه بکنم. This is Iran, a country that could be one of the most prosperous and powerful economies in the world. میگه این ایرانه، یه کشوری که میتونه اقتصادش یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان باشه. This is Iran, a country that could be one of the most prosperous and powerful economies in the world in less than یکی از اقتصادش میتونه پیشرفته ترین اقتصادهای جهان باشه. In a decade, if it was given the chance. میگه کشوری که اقتصادش میتونست در ظرف 10 سال یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای جهان داشته باشه اگر این شانس رو بهش میداده. Powerful economies in the world in less than a decade if it was given the chance. Iran is home to 88 million people that are relatively well educated, young and ready to work. میگه ایران یک کشوریه که 85 میلیون نفر جمعیت داره، جمعیتی که نسبتاً تحصیل کرده هست، جوونه و آماده کاره. Iran is home to 88 million people that are و 88 میلیون. یه چیزی هم بگم، یه توهمی هم مردم دارن که جمعیت بیشتر به ضرره. این حرف غلطیه. از لحاظ اقتصادی جمعیت بیشتر مخصوصا جمعیت جوان به شدت به نفعه، به نفع اقتصاد. The country also has immense natural resource wealth. As much as میگه این کشور هم به اندازه زیادی منابع طبیعی داره. 5% of the world's extractable metals are in Iran. It has the میگه 5% منابع فلزی قابل دسترس جهان از سوی ایرانه. 5% من اینو نمی‌دونستم. It has the second largest reserves of natural gas in the world. Only رتبه دوم رو داره تو منابع گاز در جهان. Behind Russia. And more. فقط تنها کشوری که منابع گازش از ایران بالاتره روسیه است. And more oil than the UAE and Qatar combined. نفتی هم که ایران داره از امارات و قطر روی هم جمعشون بیشتره و توی نفت هم مثل که رتبه سوم رو داره توی جهان. Iran is also in a perfect geographical position between Asia and Europe with easy access to the world's oceans. میگه از لحاظ جغرافیایی هم ایران جایگاه خیلی خوبی داره، دقیقا بین آسیا و اروپا هست و دسترسی آزاد داره به اقیانوس‌های جهان، به آب‌های جهان. It could also build out its infrastructure very quickly. Even despite all of it, میگه و خیلی سریع هم میتونه زیرساخت‌های خودش رو بسازه. Problems now, people are still keen to invest into the country, which has been called the last untapped emerging market. با تمام مشکلاتی که داره، هنوز هم خیلی سرمایه‌گذاران جهان این انگیزه رو دارن و میخوان که بیان تو ایران سرمایه‌گذاری بکنن. و یه لقبی که به اقتصاد ایران زدن، the last untapped emerging market. یعنی آخرین بازار نوظهور، سرمایه‌داران جهان دوست دارن که بهش دسترسی داشته باشن. و هنوز درش بسته مونده، دست نخورده. مرسی. بازار در حال ظهور، دست نخورده. یه چیزی هم بگم، چون عقب مونده خیلی سرمایه گذاران جهان میدونن که اگه در این اقتصاد باز بشه عجب پتانسیلی داره. To grow, economies need the factors of production, land, labor and capital. میگه برای اینکه یک اقتصاد رشد بکنه احتیاج به عوامل تولید رو داره. سه عامل تولید چی هستن؟ Land, labor and capital. زمین، نیروی کار، سرمایه. این سه تا عوامل تولیدن. سه عامل مولد. مرسی. And Iran has them all in droves. میگه و ایران هر ستای این عامل تولید رو در حد کلان داره. هر ستا عامل، ببینید چقدر ما خوششانسیم و چقدر بدبختیم که اینا رو نمیشه ازش استفاده کرد به خاطر جمهوری اسلامی و اقتصاد دستوریش. این تمام معیارهای رشد و تولید شدید رو کشور ایران داره. هر ستای اینا رو ایران به اندازه زیادی داره.
a massive young skill population. Some of the rich جمعیت زیاد جوان که در حال تحصیل رو داره. ببینین الان تمام اقتصادهای جهان فهمیدن که چقدر نیروی جوان مهمه. این اقتصادهایی که الان داره رشدشون کاهش پیدا میکنه برای اینکه جمعیتشون داره پیر میشه. خب جمعیت که پیر میشه اقتصادم رشدش به شدت کاهش پیدا میکنه. و ایران این مشکل نداره. ایران یه جمعیت جوان داره. Richest and best situated land in the world. Some of the richest and best situated land in the world. زمینهایی داره که در مناطق بسیار خوبی هستن. بعضی از غنی ترین و بهترین زمینهای با بهترین جایگاه در جهان. And endless access to capital to build out industries quickly. دسترسی به سرمایه بسیار زیاد که بتونه این صنعت‌ها رو به سرعت بسازه. فکر کنم منظورش از سرمایه‌ای که دسترسی داره همون منابع طبیعیشه. If Iran fully realized its potential, it could have an output that rivaled Germany, Japan, or even the United States and China. خیلی حرفه ها. این خیلی حرف این قسمتش به ادعای خیلی گنده‌ای کرد اینجا. این ادعا اگه از منبع دیگه در میومد من میگفتم که این داره چرت میگه. میگه اگر ایران میتونست پتانسیل خودش رو بتونه درک بکنه، خروجیش یعنی مقدار تولیداتی که میتونست داشته باشه در حد ژاپن، آلمان و حتی چین و آمریکا میتونست باشه و حتی آمریکا و چین. این خیلی حرف گنده ایه. That sounds crazy. It might not by the end of this video. میگه اگه این به نظرتون دیوانه وار به نظر میرسه، اگه به نظرتون این چرته که این حرفی که زدم، در آخر این ویدیو خواهید دید که اینجوری نیست، یعنی میفهمید که واقعا ایران این پتانسیل رو داره. Of course, today Iran is a long way from that level of success. میگه خب ولی البته ایران الان با اون مرحله پیشرفت خیلی فاصله داره، معلومه که الان اصلا به اونجا نرسیده. But all of its advantages, it only has a GDP of $360 billion. میگه با تمام امتیازهایی که ایران داره GDPش یعنی تولید ناخالص ملیش 359 میلیارد دلاره، which works out to $4,091 on a per capita basis. که این میرسه به 4091 دلار سرانه تولید ناخالص ملی. خیلی کمه، یعنی شما اگه تولید ناخالص داخلی رو تقسیم بکنی بر جمعیت ایران، رتبه رو اگه اینجا ببینید رتبهش 116 است. برای یک کشوری که انقدر پتانسیل داره واقعا این مایه شرمه. 4000 دلار، یه دونه فقط از شریلانکا بالاتری. وای، و این هم تازه منبعش مال سال 2021ه. That puts it in line with Sri Lanka and Lebanon. یعنی در حد شریلانکا و لبنان، یعنی کشورهای شکست خورده، failed states. و ایران با این همه پتانسیلش الان جی دی پی پر کپیتاش، سرانه تولید ناخالص داخلیش در حد این کشورها هست، مثل لبنان و شریلانکا. واقعا افتضاحه. One of the immense natural resource advantages that Iran has. Of course, Iran is led by an authoritarian government that has shown little regard for the well-being of their people. But even if they didn't care. میگه که البته خب ایران توسط یه مش آدمای دیکتاتور در حال مدیریت هست، مستبد government that has shown little regard for the well-being of their people. But even if they didn't care about the average person, this is still an economic failure because they aren't building wealth for themselves to hoard at the top. حتی اگه خودخواه هم بودن و بقیه مردم ایران به تخمشون نبود، حتی با اون معیار هم این شکست بزرگی بود. This is still an economic failure because they aren't building wealth for themselves to hoard at the top. So, how did Iran go from one of the fastest growing economies in the world to the economic failure it is today? پس فصل اولو شروع میکنه. سه فصله. فصل اولش اینه. How did Iran go from one of the fastest growing economies in the world to the economic failure it is today? یعنی سوال اینه که چجوری ایران رفت از یکی از اقتصادی که سریع‌ترین رشد داشت توی دنیا به ورشکستگی که امروز رسیده بهش. Will it ever be able to live up to its full economic potential? فصل دوم. Will it ever be able to live up to its full economic potential. آیا هیچ موقع ایران میتونه برسه به اون پتانسیلی که داره، پتانسیل اقتصادی که داره؟ سوال دوم اینه. Live up to its full economic potential. And finally, why might its leadership not want it to? فصل سوم، قسمت آخر اینه که چرا ممکنه مقامات ایران، کسایی که سر کارن تو ایران، اصلا نخوان اینو. از عمد اصلا دارن علیه این کار میکنن. آیا این ممکنه که در این همچین شرایطی قرار داریم و چرا؟ اگه در همچین شرایطی قرار داریم چرا؟ این خیلی مهمه، چون این اون وقت توهم تئوری توته دیگه توهم نمیشه. Once we've done all of that, we can put Iran on the Economics Explained national leaderboard. میگه بعد از اینکه این سفر تموم شد، میایم
اقتصاد ایران رو میذاریم توی نشنال لیلد بورد. این کاناله هر اقتصاد هر کشوری رو که میاد بررسی میکنه یک لیستی داره که اقتصاد کشورهای مختلف رو بر اساس نمره‌هایی که بهشون میده رتبه بندی میکنه و میذاره توی این لیست. یه پس بعد از بررسی اقتصاد ایران میایم تمام معیارهای یک اقتصاد خوب رو یکی یکی بررسی میکنیم و میبینیم رتبه ایران توی این لیست کجاست. The economy of Iran as we know it today really got started. خیلی جالبه ها. همینجوری سری این اکثر رو میذارن در صورتی که این ترکیه است. In 1979 after the میگه اقتصاد ایرانی که امروز میشناسیم از سال 1979 شروع شد، یعنی همون انقلاب 57. After the Iranian Revolution deposed the monarchy and established the Islamic Republic of Iran. یه وقتی که پادشاهی سقوط کرد و این حکومت جدید ایران اومد، اینو که میدونید. The revolution was quite a surprise to most of the world. میگه که انقلاب 57 یک شوک بود برای همه جهان. انتظارش نداشتن که همچین اتفاقی بیفته. Surprising بود. Republic of Iran. The revolution was quite a surprise to most of the world. Largely because Iran was doing all right for itself before the conflict started. چه جالب، انقلاب 57 برای این برای دنیا شوکه آور بود، برای دنیا عجیب بود، به خاطر اینکه ایران داشت خوب پیش میرفت. یعنی ایران کشوری نبود که مشکل خاصی داشته باشه که مردم بخوان ناراضی باشن. The economy was growing and people were becoming wealthier. میگه اقتصاد داشت رشد میکرد و مردم هم داشتن ثروتمندتر میشدن. خاک تو سر ما. میگه که بله مردم داشتن ثروتمندتر میشدن، اقتصاد هم داشت رشد میکرد، عجیب بود که مردم بیان انقلاب کنن. There weren't any defeats in war or financial crises or any of the usual motivators for a revolution. ببینید چی گفت، خیلی گنده بود، خیلی عجب زده حالی این. Before the conflict started, the economy was growing and people were becoming wealthier. There weren't any defeats in war or financial میگه هیچ شکستی توی جنگ نبود. Any... میگه هیچ بحران مالی خاصی نبود. Any of the usual motivators for a revolution. Yeah. There weren't any defeats in war or financial crises or any of the usual motivators. میگه هیچ کدوم از اتفاقاتی که معمولا به مردم انگیزه میده که انقلاب بکنند، میگه نبود. As for a revolution. Of course, as we try to make as clear as possible, as often as possible, our area of expertise is in the economics here at AE, not in the geopolitics. میگه ولی خب ما حالا اینجا خیلی درباره سیاست صحبت نمیخوایم بکنیم، انقلاب و اینا چیزای سیاسیه، برای اینکه میگه ما تخصصمون اینجا توی اقتصاده و الان سعی میکنیم خیلی وارد سیاست نشیم. ولی It could have been a really interesting case study had the country not gone to war with Iraq just a year later. مورد خوبی برای مطالعه میشد اگر که بعد از انقلاب وارد جنگ با عراق نمیشد. خیلی خوب میشد مقایسه بکنیم که اقتصاد ایران بعد و قبل از انقلاب، مثلا میتونستیم بیان مقایسه بکنیم که ببینیم انقلاب مثلا چه تأثیری داشت رو اقتصاد. ولی الان چون جنگ شد، متغیرها چند فاکتوریش خیلی رفته بالا، برای همین خیلی کیس استادی خوبی نمیشه. مطالعه موردی بله. Between 1980 and 1988, the economy of Iran میگه سال 1980 و 1988 اقتصاد ایران was fully dedicated to a conflict with its neighbor. توی این 8 سال تمام اقتصاد ایران تمرکزش روی جنگ با عراق بود. Almost all of its industries were nationalized and the new government went even further than that. یه تمام صنعت‌هاش ملی شد، یعنی دولتی شد. The assets of Iranian citizens who didn't align themselves with the ideals of the government were confiscated and given to something called یه که حتی از دولتی کردن هم جلوتر رفتن، یه کاری خیلی عجیب غریب تر کردن، رفتن پول تمام ثروت‌های آدمایی رو که از لحاظ عقیدتی همسو نبودن با این انقلاب اسلامی، رفتن تمام ثروت‌هاشون ازشون گرفتن، مصادره کردن. And given to something called a bunyad. همه این ثروت‌ها رو این رفتن گذاشتن توی یه چیزی به اسم بنیاد، which were organized به بنیادها، were confiscated and given to something called a bunyad, which were organizations that were established late in the rule of the Iranian monarchy and were kept by the new government after the revolution. این بنیادها یک مؤسسه‌هایی بودن که آخرای پهلوی این مؤسسه‌ها درست شده بود and were kept by the new government after the revolution. و این حکومت جدید این بنیادها رو نگه داشت بعد از انقلاب. Bunyads are independent trusts that in theory work to provide social services to the poorest people in Iran. میگه بنیادها یک سری صندوق‌هایی هستن که در تئوری کارشون اینه که این پولا رو بدن به مستضعفین و فقرا و اینا. In practice, they are huge organizations that run a large share of Iran's industries, get funding
میگه ولی در عمل مؤسسه های بسیار بزرگی هستند که large share of Iran's industries get funding from the government. یک سهم بسیار گنده ای از صنعت های مختلف ایران رو داره. خیلی جالبه ها این که الان شروع کرده در اقتصاد ایران رو توضیح دادن و اولین چیزی رو که روش تمرکز کرده این بنیادها هستن. الان میبینیم که نتیجه تاثیر این بنیادها و اینکه اینقدر کنترل دارن روی اقتصاد و صنعت های مختلف ایران الان با هم یاد میگیریم که چیه. In practice they are huge organizations that run a large share of Iran's industries get funding from the government. یه قسمت سهام بزرگی از صنعت‌های بزرگ ایران رو دارن و فاندینگ میگیرن از pay taxes به مالیات نمیدن و don't even need to keep any financial records. هیچ گونه گزارش مالی هم لازم نیست نگه دارن. پس هم دارن کنترل میکنن قسمت بزرگی از صنعت‌های ایران رو، هم مالیات لازم نیست بدن و هم لازم نیست که گزارش مالی داشته باشن. They also directly report only to the supreme leader of Iran, which gives wow. و این بنیادها به تنها کسی که لازم گزارش بدن، مقام معظم رهبریه. Any financial records. They also directly report only to the supreme leader of Iran, which gives Iran's head of state direct control over organization which contribute 20% of the country's output. employ 10% of its workforce. خیلی 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 مهم شد. خب این میگه این به این معنی هست رهبر توی ایران صنعت‌هایی که 20% تولیدات ایران مسئولشون هستن employ 10% of its workforce و 10% شغل‌ها توی ایران هست 10% شغل‌ها توی ایران هست 20% تولید و and can effectively do anything without leaving a trace و میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه بدون که هیچ مدرکی از خودش بذاره پشت پرده هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه خیلی تمرکز قدرت اقتصادی روی یک شخصه وحشتناکه اصلا ما from the beginning these bonyads just became tools of corruption most میگه از همون اول این بنیادها تبدیل شدن به وسایلی برای فساد. خیلی جالبه این ویدیو اولین چیزی رو تصمیم گرفت روش تمرکز بکنه برای اینکه بیاد بگه که اقتصاد ایران چرا جوریه که هست که الان هست، چرا شکست خورده. فصل اول فصلی بود که میخواد توضیح بده که چرا یه اقتصاد ایران که انقدر داشت روش میکرد، یک دفعه انقدر شکست خورد. و مهمترین چیزی رو که الان داره دست میذاره روش این بنیادهایی هستن که تحت نظارت و کنترل مستقیم رهبر هستند بدون مالیات و بدون گزارش و این الان یک بزرگترین عوامل شکست اقتصاد ایرانه این فساد این الان ببینید خیلی داره براتون اینو این قضا رو داره براتون میجوه یه چیز اقتصادی معمولا خیلی پیچیده است دلیل اصلی شکست اقتصاد ایران چیه این آگاهی خیلی مهمیه که من از یک منبعی الان دارین در میاریم که نه برانداز نه با جمهوری اسلامیه و این منبع معتبریه داده هاش هم از منابع عینی معتبری داره استفاده میکنه most of the businesses they run are losing money. But that doesn't اکثر بیزنس هایی که این بنیادها دارن مدیریت میکنن دارن پول از دست میدن سود ندارن ضرر دارن میکنن doesn't matter because they help to keep control over the population. میگه ولی اهمیتی نداره برای اونها میگه این بنیادها دارن صنعت هایی رو مدیریت میکنن که داره پول از دست میده داره ضرر میکنه ولی برای این مقامات این اهمیت نداره چیزی که براشون مهمه اینه که این بنیادها این فرصت رو بهشون داده که کنترل دستشون باشه if 10% of the workforce is directly dependent on these organizations they are not going to speak out against the government that has unchecked control over them. میگه اگه 10% شغل‌های یک کشور زیر این بنیادهای باشه که اونا کاملا روش کنترل دارن، این به این معنی هست که این 10% نمیاد علیه یک نظامی که انقدر کنترل داره تو زندگیشون و از شغلشون مثلا مدیونشون هست صحبت بکنه. این باعث شده که خیلی از مردم رو بتونه کنترل بکنه، روشون کنترل مستقیم روی مردم داشته باشه. وقتی 10% شغل‌های توی ایران کاملا زیر نظارت خودشونه. ببین تفکیک قوا هم برای همینجا مهم میشه. ما همیشه از تفکیک قوا که صحبت میکنیم برای چی؟ برای اینکه تفکیک قوا مهمترین راه مبارزه با تمرکز قدرته. برای همین تفکیک قوا رو هم تو سیاست دربارش صحبت میکنیم. سه قوه تفکیک میشه یه حکومت. ولی تو ایران که مسخره بازیه این یعنی تفکیک قوای واقعی رو داریم صحبت میکنیم. تو اقتصادم وقتی تفکیک قوا ازش صحبت میکنیم، تمرکز ثروت و اقتصاد رو توی شرکت‌های گنده رو مثلا می‌خوایم جلوشو بگیریم، جلوی مونوپولی رو بگیریم و مهمترین تفکیک‌های قوا، تفکیک قوای اقتصاد از حکومته که حکومت و اقتصاد باید از هم جدا بشن. الان می‌بینی که توی کشوری که یه حکومت اینقدر توی اقتصادش نقش داره، چقدر کنترلش روی مردمش زیاده. At high levels of influence, the bonyads can channel money towards officials through lucrative contracts and jobs that never even need to be reported. واو! میگه در سطح‌های بالا این بنیادها میتونن
میکنن همینجوری قراردادهایی بنویسن که حتی لازم نیست کسی گزارشش بده و اینجوری امتیاز و پولهای گنده بدن به کسایی که مثلا احتیاج دارن برای که مثلا بهشون یه باجی بدن، یه رشوه‌ای بدن و یعنی قراردادهای به درد نخوری که اینا به هیچ کی لازم نیست گزارش بدن و بنیادها این قدرت رو دارن که اینجوری کنترل بکنن دیگه، هر کسی رو که احتیاج داشته باشن بهش امتیاز بدن یه قرارداد گنده‌ای به نفعش براش بنویسن. This is a good way to keep the Iranian elite happy with the current government. این راه خیلی موثریه برای اینکه کسایی که سطح بالا هستن، یعنی آدمای گنده رو، آدمای مقام بالا رو راضی نگه داری. Bonyads can also be used as a threat to keep the few private businesses that exist in Iran in line. میگه بنیادها هم میتونه حتی استفاده بشه ازشون برای اینکه تهدید بکنن اون یه مقدار قسمت کمی از اقتصاد خصوصی که وجود داره، اون اقتصاد خصوصی رو هم شما میتونید با این بنیادها تهدید بکنید. Since the businesses that the Bonyads operate don't need to pay tax or even make money, they can eat. میگه که چون که اون بیزنس هایی که این بنیادها دارن مدیریت میکنن لازم نیست که مالیات بدن و حتی لازم نیست که حتی پول در بیارن. ببین چقدر راحته که شما یه بیزنسی رو منیج مدیریت بکنی که حتی مهم نیست که داری سود میکنی یا ضرر میکنی. They can easily outcompete private businesses in whatever industries they operate in. میگه برای همین این بنیادها خیلی راحت میتونن شکست بدن هر شرکت خصوصی رو که داره توی همون حوزه‌ای که اون صنعت اونا داره کار میکنه داره کار میکنه. So if private businesses want to keep on making money, they need to keep the government happy. میگه برای همین شرکت‌های خصوصی هم اگه دوست داشته باشن که ادامه بدن پول در بیارن باید حکومت رو راضی نگه دارن. These operations have been terrible for the Iranian economy. میگه این آپریشن‌ها خیلی مضر بوده برای اقتصاد ایران. Even outside of the wasted money and open corruption, it has made investment into Iran very unattractive because for ماورای همه پولهایی که هدر رفته و ماورای فسادی هم که وجود داشته این بنیادها باعث شدن که باعث شده که سرمایه گذاری توی ایران جذاب نباشه. Foreign investors will either be afraid of their investments being nationalized and claimed by the state. شما فرض کن بیان تو اقتصاد ایران سرمایه گذاری بکنی و فردا اون صنعتی که توش سرمایه گذاری کردی بیاد دولتی شه. این چون این ریسک وجود داره که یه حکومت بیاد یه همچی کاری بکنه نمیارزه که یه به عنوان یه سرمایه گذار بیای ریسک بکنی توی اقتصاد ایران. Because foreign investors will either be afraid of their یعنی سرمایه گذاران خارجی میدونن که هر لحظه وارد صنعتی در ایران بشن فرداش اگه این حکومت اومد اون اقتصاد و یه قسمتی از اون اقتصاد دولتی کرد دیگه با اون نمیتونن رقابت بکنن و شکست بخورن. Their investments been nationalized and claimed by the state or outcompeted by bonyads that don't have to play by the same rules. آها، یا حکومت ممکنه بیاد دولتی بکنه صنعت خودشون رو، خب صنعت ازشون بگیره یا باید مجبور بشن رقابت بکنن با بنیادهایی که قوانینی رو که اونا باید رعایت بکنن اینا نباید رعایت. This is a major problem for their economy because Iran needs investment to build out other industries. میگه این یه مشکل بسیار بزرگی هست برای اقتصاد ایران. چرا؟ Because Iran needs investment to build out other industries besides fossil fuels. میگه برای اینکه ایران واقعا به شدت احتیاج داره به سرمایه گذاری، یعنی سرمایه گذاری خارجی که بتونه صنعت‌های دیگه‌اش که جدا از سوخت فسیلی رو بسازه. Today oil accounts for 69% of its exports and petrochemicals. امروز اقتصاد ایران 69% صادرات ایران نفت and petrochemical products are another 20%. محصولات پتروشیمیایی میشه 20% دیگه‌اش. که شد همش دیگه. چی موند؟ پس 70 و 20 حدود 90%ش ربط داره به نفت. ای بابا من این برنامه رو می‌ذارم برای اینکه واقعا احتیاج داریم که سواد اقتصادی و سیاسی ما بره بالا. برای همین برای اینکه حمایت بکنید که این مقدار دیده بیشتر بشه لطفاً لایکاتونو بزنید. Behind that are fruits, nuts and carpets, which are not going to make it an advanced economy. خارج از نفت و محصولات پتروشیمیایی، آهن و فولاد رو و میوه و تخمه و پسته و فرش داریم. خب این چیزا میگه و این چیزها اقتصاد یک کشور رو پیشرفته نمی‌کنه. یعنی شما برای اینکه اقتصادتون پیشرفته بشه، احتیاج دارید که صادراتی داشته باشین که محصولات پیچیده‌ای هستن. مثلا صادراتی مثل مایکروچیپس یا ماشین یا یه سری چیزایی که احتیاج به استفاده از نیروی کار تحصیل کرده داره و اینجوری سرمایه مردمی یک کشور اینجوری میره بالا. سرمایه مردمی یعنی چی؟ یعنی نیروی جوان تحصیل کرده ای که اون تحصیلاتش بهش احتیاج وجود داره. Other oil rich countries in the region, even ones with similarly authoritarian governments, are trying as hard as they can to grow alternative industries by میگه بقیه اقتصادهای دور و بر ایران که اقتصادشون اتکا میکنه به سوخت فسیلی، حتی اونایی هم که یه مقدار دیکتاتوری هستن، حتی اونا هم دارن سعی میکنن که اقتصادشون رو از اتکا به سوخت فسیلی در بیارن. و اینو چجوری انجام میدن؟ اینو با برای اینکه این کارو انجام بدن دارن سعی میکنن که فعالیت‌های اقتصادی رو از خارج از کشور خارج وارد کشورشون بکنن.
The UAE has developed massive cities and transport infrastructure to attract tourists and businesses from all over the world. میگه برای مثال امارات شهرهای بسیار گنده‌ای ساخته و زیرساخت‌های حمل و نقلی. هم باعث میشه که بیزنس وارد کشورش بشه، هم باعث میشه که توریست وارد کشورش بشه. Qatar spent billions of dollars hosting the World Cup to show off the progress it had made to very میگه قطر هم میلیاردها دلار خرج کرد که میزبان ورلد کاپ باشه که بتونه بیاد پیشرفتش رو به دنیا نشون بده. Being the grace of success. And even Saudi Arabia, a country حتی عربستان سعودی with its own geopolitical complications که مشکلات سیاسی خودش هم داره is investing lots of money into mega projects that are probably dumb from an engineering and city planning point میگه حتی عربستان هم داره سرمایه گذاری میکنه روی سری پروژه های خیلی گنده ای که از لحاظ مهندسی از لحاظ architecture مهندسی و اینا احمقانه هستند ولی But we'll help the country attract lots of businesses all wanting to play a small part in what is really just a massive stimulus effort. ولی حداقل داره باعث این میشه که جذب بکنه سرمایه خارجی رو بیاره داخل عربستان. Lots of businesses all wanting to play a small part in what is really میگه خیلی شرکت‌های مختلفی مثلا میخوان یه قسمتی از این پروژه‌ای که عربستان داره روش سرمایه‌گذاری می‌کنه رو میخوان بیان بگیرن یه قسمت. Really just a massive stimulus effort. Iran on the other hand is میگه حتی این پروژه هاش هم که احمقانه هست از لحاظ مهندسی یه جوری هست که پولی داره داده میشه که انگیزه بده به کسایی که بیان وارد عربستان که بیان خرج بکنن تو عربستان داره به این نتیجه میرسه یعنی میخواد بگه که ببینید این کشورهای دیگه که مثل ایران نفت و گاز و منابع طبیعی دارن و مثل ایران هم مثلا حکومتشون تا یه حدی دیکتاتوری هست فرقی که با ایران دارن اینه که اونها انگیزه دارن که اقتصاد کشورشون رشد بکنه ولی بلایی که سر ایران اومده اینه که یه اتفاقی افتاده که کسانی که تو قدرت هستن اتفاقا انگیزهشون اصلا این نیست که اقتصاد ایران رشد بکنه یعنی برای همین اقتصاد ایران انقدر بد شده تنها جوری که اقتصاد ایران میتونه اینی باشه که الان داریم میبینیم اینه که واقعا یه کسی داره سعی میکنه که این اقتصادو داغون بکنه فقط کافی نیست که مسئولین ناکارآمد باشن چون اگه ناکارآمدن بودن به این افتضاحی نمیشد اصلا نمیشه انقدر بد بشه اقتصاد ایران اتفاقا اینا کارآمد هستن یعنی یه سری آدمایی هستن که میدونن دارن چیکار میکنن موضوع اینه که دارن هوشمندانه در خلاف جهت رشد اقتصاد ایران کار میکنن